دیدار و گفتگو با مجاهدین در اشرف سه، پاتریک کندی، اینگرید بتانکور، سناتور جری هورکان و آنتونیو تاسو. در روزهای 23 تا 25 آذر، 14 تا 16 دسامبر 2018، پاتریک کندی، خانم اینگرید بتانکور، سناتور جری هورکان از ایرلند و آنتونیو تاسو نماینده پارلمان ایتالیا برای شرکت در کنفرانس جهانی جوامع ایرانی برای تغییر در ایران به آلبانی رفتند. آنها در بازدید از اشرف سه با صدها تن از مجاهدین به طور جمعی و فردی دیدار و گفتگو داشتند. پاتریک کندی در دیدار با مجاهدین گفت: به یمن مبارزه و فداکاری همه شما، همکنون قوی ترین سیاست ایالات متحده در قبال رژیم که تاکنون بی سابقه است اتخاذ شده. فداکاری بسیاری از برادران و خواهران شما در اشرف لیبرتی توجه ایالات متحده را به نقش مردم ایران جلب کرد. به یمن سازمان مجاهدین خلق ایران است که می دانیم که رژیم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بوده. به یمن سازمان مجاهدین خلق ایران است که از نقض حقوق بشر در ایران مطلع شدیم. و نهایتاً وقتی ایران آزادی را به دست بیاورد، به یمن سازمان مجاهدین خلق ایران و تأثیر گسترده آن خواهد بود. از ملاها، از روحانی و خامنه‌ای بپرسید، آنها خودشان می گویند که سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگترین تهدید رژیم ایران است. You only have to ask the mullahs and Rouhani and Khomeini, and they say themselves that it's been the MEK, PMLY that has been the single greatest threat. پاتریک کندی همچنین به توصیف تأثیر مبارزات و فداکاری‌های زنان رزمنده مجاهد خلق پرداخت و از جمله گفت: با توجه به اینکه با شما در ایالات متحده کار کردم، می‌دانم که نبردهای متعددی را پشت سر گذاشته اید. من سرسختی و پایداریتان را تحسین می‌کنم. نمی‌دانم اگر من در اشرف بودم و این همه مورد حمله و هجوم قرار می‌گرفتم و با این نگرانی مواجه بودم که زنده میمانم یا کشته میشوم، آیا میتوانستم از عهده‌اش بر بیایم؟ ولی فداکاری و مبارزه شما برای ما این امکان را ایجاد کرد که توجه بین المللی را به مبارزه برای آزادی در ایران معطوف کنیم. به دلیل وجود اشرف، مبارزه به نقطه تمرکز توجهات تبدیل شد و همه فهمیدند که یک جنبش مقاومت علیه رژیم در ایران وجود دارد. شما با فداکاریتان روی ارتش و وزارت خارجه و کنگره ما فشار گذاشتید. با هر حمله که شما متاسفانه دوستانتان را از دست می دادید، ما می توانستیم توجه بیشتری جلب کنیم و تغییرات بیشتری در سیاست آمریکا در قبال ایران ایجاد کنیم. Our military and put pressure on our State Department and put pressure on the Congress because of your sacrifice. در نتیجه امروزه در آمریکا قوی ترین سیاست عام در قبال رژیم که تاکنون بی سابقه بوده اتخاذ شده. در آمریکا بسیاری هستند که به سیاست مماشات با ملاها معتقد بودند. ولی این واقعیت که شما مستمراً مورد تهاجم بودید کمک کرد که این موضع در آمریکا تقویت شود که نمیتوان با این رژیم سرکوبگر مماشات کرد. اینک قوی ترین تحریم ها که تا به حال بی سابقه بوده برقرار شده و کمپانی ها از سراسر جهان از جمله ایرلند، اتحادیه اروپا و اخیراً اروپا کمپانی های بزرگ از ایران بیرون می روند زیرا نمیتوانند بهای نقض تحریم ها را بپردازند. این رژیم را دیوانه می کند زیرا می دانند که پایانشان نزدیک است، چرا که نمی توانند از این تله خود ساخته بیرون بیایند. و این واقعیت که این همه از ایرانیان با وجود اینکه می دانند جانشان در خطر است به اعتراض می پردازند نشانه ای از قدرت مقاومت مردمی در داخل ایران است. بسیاری در جستجوی رهبری
به سازمان مجاهدین خلق ایران و خانم رجوی نگاه می‌کنند. چون الان بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک جنبش مقاومت سازمان یافته احساس می‌شود. پاتی کندی در ادامه گفت: اخیراً خامنه‌ای باز هم به نحوی اذعان کرد که سازمان مجاهدین بزرگترین تهدید برای ملاهاست. بنابراین اهمیت دارد که جهان بداند که این آلترناتیو در برابر ملاهاست و این آلترناتیوی است که یک موضع دموکراتیک دارد که در وجود خانم رجوی و طرح 10 ماده او متبلور می شود و برخلاف بسیاری جاهای دیگر در جهان که در صورت جابجایی دولت‌ها یک خلأ به وجود می آید و کسی نیست که آن را پر کند، جهان بداند که یک گروه در چارچوب جنبش مقاومت هست که آمادگی و مهارت و دانش و قدرت آن را دارد که وارد شود و بتواند مقاومت و نهایتاً جایگزین ملاها را ارائه کند. آنها، ملاها، نماینده واقعی مردم ایران نیستند. آنها فرهنگ عظیم مردم ایران را دزدیدند. و من بسیار مشتاقم که روزی که امیدوارم بسیار زود باشد به شما ملحق شوم. روزی که همه ما بتوانیم به ایران برویم و آن را به کشور آزادی تبدیل کنیم که شما این همه برایش فداکاری کرده اید. خانم بتانکور ضمن دیدار با جمعی از مجاهدین با خواهر مجاهد اعظم حاج حیدری زندانی سیاسی در رژیم آخوندی در مورد شرایط سیاه‌چال‌های رژیم گفتگو کرد. اعظم حاج حیدری گفت: من می‌خواهم بخشی از ناگفته‌های مقاومتمان را برای شما بگویم. شما در این مقاومت یار سختی‌های ما بودید و احساس می‌کنم همرزم من هم بودید. بخش کوچکی از خاطراتم را در کتابی به اسم بهای انسان بودن نوشتم. حدود 6 سال زندان بودم. تقریباً همه زندان‌های رژیم خمینی را گشتم. او سپس نمونه هایی از شقاوت دشخیمان رژیم آخوندی و مقاومت قهرمانانه مجاهدین در زندان ها و سیاه چال های رژیم را بازگو کرد. خانم بتانکور که بسیار تحت تاثیر این توضیحات قرار گرفته بود، طی سخنان کوتاهی بر اشتیاقش به دیدار مجاهدین و شنیدن سخنان و خاطرات آنان از دوران پایداری پرشکوه تاکید کرد. سناتور جری هورکان از حامیان مقاومت ایران در ایرلند نیز به دنبال بازدید از قسمت‌های مختلف اشرف سه در بین مجاهدین حضور یافت و طی سخنانی گفت: دیدن کاری که انجام داده اید و محل‌هایی که ساخته اید فوق‌العاده است. ما امروز صبح در امداد بودیم و نانوایی. دیدن کار فوق‌العاده‌ای که در هر دو محل بوده عالی بود. شگفت‌انگیز است. در گذشته نزدیک اینجا هیچ چیزی وجود نداشته. از همه شما که به اینجا آمدید و این تأسیسات را برپا کردید باید تشکر کرد و امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم در یک ایران آزاد از چنین چیزی بهره ببریم. در همین جمع آقای آنتونیو تاسو نماینده پارلمان ایتالیا نیز خطاب به مجاهدین گفت: افتخار بزرگی است برای من که امروز اینجا هستم، در بین کسانی که برای آزادی و دموکراسی و اعتماد به خلقشان فداکاری کردند. این واقعیت است که من امروز خیلی چیزها را از شما دارم یاد می‌گیرم. امروز به شما می‌گویم که در قلب من خواهید بود، در ضمیر من خواهید بود و همواره در کنار شما خواهم بود. دیدارها و گفتگوهای این هیئت با مجاهدان مستقر در اشرف سه تا روز 25 آذر 16 دسامبر ادامه داشت.